بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میفرستیم بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرش. همینطور سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز. خانم ها، آقایان، شب و روزتان بخیر. انشالله که حالتان خوب باشه و در صحت و سلامتی کامل باشین. برنامه روی خط زندگی رو در یک ساعت پیش رو برای شما عزیزان تقدیم میکنیم و انشالله که شما هم تا پایان صحبت و گفتگو مرا همراهی کنید. باعث افتخار است که در خدمت شما عزیزان هستم و یکی دیگر از برنامه‌های روی خط زندگی رو برای شما عزیزان تقدیم می‌کنیم و همانطوری که مستحضر هستید، دوستان عزیز ارجمند، عصر زیبا و دلپذیر روز سه‌شنبه است و به اتفاق یک دیگر باز هم مروری خواهیم داشت برای یکی دیگر از مباحث پر اهمیت حقوق خانواده. دوستان عزیز، امروز می‌خوام در خصوص شروط ضمن عقد نکاح برای شما عزیزان صحبت هایی داشته باشیم. یکی از اون مباحث بسیار پر اهمیت در حقوق خانواده شروطی هست که در ضمن عقد نکاح به کار گرفته میشه که این مسئله نه مانع شرعی و نه حقوقی داره، بلکه در بسیاری از موارد سبب مطلوبیت هرچه بیشتر و رضایت و استحکام و ثبات در بنیان خانواده میشه و میشه گفت که رنگ و بو و زیبایی بیشتری به نکاح میده. اما باید دانست که شروطی که در ضمن عقد نکاح به کار گرفته میشه و تصویب میشه تابع بعضی از قوانین و مقرراتی هست که در قانون وجود داره و لازم هست که همه ما در رابطه با این موارد بدانیم. به هر حال اگر دستبندی هم داشته باشیم، بعضی از شروط صحیحی هستند که دختران و پسران در ضمن عقد نکاح او را اتخاذ میکنن، لحاظ میکنن و بعضی از اونها هم نادرست میباشن که برنامه امروزی ما مروری بر بیشتر این موارد خواهد داشت. میهمان گرامی ما خانم شیخ زاده هستند. طبق معمول همیشه روزهای سه‌شنبه در خدمت ایشان هستیم و به اتفاق ایشان این بحث با همه جزئیاتش و تفسیر بیشتر برای شما عزیزان تقدیم میکنیم. خانم شیخ زاده، سلام و عرض ادب خدمت شما. با سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیزی که ما رو میبینن، انشالله که از گزند حوادث در امان باشید. خیلی خوش آمدید خانم شیخ زاده، خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. پیرو مباحثی که هفته قبل داشتیم و امروز موضوعی که در نظر گرفتیم بحث شروطی هست که در ضمن عقد نکاح در جامعه ما بر اساس قانون مدنی به کار گرفته میشه و خوب هست که در این خصوص صحبت‌های لازم و برای بینندگان عزیز خود تقدیم کنیم. بسیار خب، همه بینندگان عزیز ما با عقد نکاح و او شرایط ویژه‌ای که در واقع رخ می‌دهد آگاهی دارند و ما هم در برنامه خود کما بیش در این خصوص صحبت‌هایی داشتیم. مشخصا می‌خوایم بریم سراغ شروط ضمن عقد نکاح، دقیقاً چگونه یک مسئله هست. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای بزرگ و متعال. اما قسمی که گفتیم، ما برای تشکیل عقد نکاح و انعقاد عقد نکاح شرایطی رو گفتیم و گفتیم وقتی که عقد نکاح منعقد شد و تشکیل شد، او شرایط در عقد نکاح باید باشه. این شرایط رو هم دستبندی کردیم که یا شرایط صحت بود یا هم شرایط لزوم و نفوذ عقد بود. حالا بحثی که ما داریم، اگر یکی از طرفین عقد نکاح بخواهد در انعقاد و در ضمن عقد نکاح شرطی را بگذاره چی هست؟ ما برای که بفهمیم شروط ضمن عقد چی هست، اول باید یک تعریفی از خود شرط ضمن عقد داشته باشیم. در مفهوم و تعریف ما دو معنا را در نظر میگیریم. یک معنای لغوی که واژه نگارا برش نوشته میکنن و بیان میکنن، یکی هم معنای اصطلاحی. در معنای لغوی او چیزی که شرط را معنا کردن، شرط را به معنای پیمان، عهد، اینا معنا کردن. اما در مفهوم اصطلاحی و حقوقیش، شرط را حقوقدانان این قسم تعریف کردن، گفتن شرط التزام و تعهد طبیعی است. بله.
که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد میشه، به گونه ای که این شرط مرتبط با عقد است و اگر عقد منحل شود شرط هم منتفی میشه و اگر عقد باقی بمانه شرط هم مستمر است و باقی است. از این تعریفی که ما از نظر حقوقدانا میبینیم دو نکته اساسی رو میتونیم به دست بریم. اولین نکته ایست که اگر عقد ما باقی بمانه شرط هم باقی است و اگر شرط عقد منتفی شود و منحل شود شرط هم منتفی و منحل هست. این تعریف است که حقوقدانان برای ما از شرط ضمن عقد ارائه کردن. اما ما هر نوع شرطی را میتونیم ضمن عقد قرارداد یا هم عقد نکاح در بحث ما قرار بدیم یا نه، یا برخی شرایط خود شرط ضمن عقد زیر مجموعه خود داره. برای که ما بفهمیم آیا هر نوع شرطی را میتونیم شرط ضمن عقد قرار بدیم یا نه، حقوق دانان شرط را به چند گونه تقسیم بندی کردن. یکی از اقسامی که برای شرط بیان کردن شرط باطل هست. شرط باطل خودش باز دو گونه میشه، یا مبطل عقد است یا هم مبطل عقد نیست. شرطی که مبطل عقد هست چه شرطی است؟ میگن شرطی که مقتضای ذات عقد نیست. خب حالا مقتضای ذات عقد نیست یعنی چی؟ بعد در اون میگن مقتضای ذات عقد منظور ایست که نتیجه او چیزی که میخواین دو طرف با هم دیگه عقد را منعقد بسازن قصدشان رسیدن به اون نتیجه باشه. بله. این میشه مقتضای ذات عقد. مثلا در عقد و پیمان ازدواج ذات عقد ایست که رابطه زوجیت بین دو طرف منعقد شود و ایجاد شود. بله. بین ناکه و منکوه. این میشه ذات عقد. حالا خانم یا آقا میایه شرطی را منعقد میسازه یا شرطی را در ضمن عقد نکاح میاره که جزء ذات نیست. مثلا میگه ما میخواییم با هم ازدواج بکنیم ولی رابطه زوجیت بین ما نباشه. در اینجا آیا این شرطی که انجام شده شرط صحیح هست یا نیست؟ مطابق بیانی که قانونگذار ما داره در مثلا قانون مدنی در ماده 124 خودش این شرط را باطل میدانه و به تبع از اون شرطی که باطل بود عقد هم اگه متکی به این شرط منعقد شده باطل هست. اما قانون مدنی ما در خصوص شرطی که باطل هست و مبطل عقد هم هست ساکت هست و سکوت اختیار کرد. بله. که ایره ما از دید فقها میتونیم به دست بیاریم. دومین نوع از اقسام شرطی که قانونگذار و حقوقدانان برای ما بیان کردن باز هم شرط باطل است که مبطل عقد نباشه. بله. اینجا برعکس مورد اولی است. در مورد اول گفتیم مقتضای ذات عقد نیست، اما در اینجا شرط خودش باطل است اما عقدی که منعقد میشه عقد صحیح است. بله. و عقدی که متکی به این شرط انعقاد پیدا کرده عقد ما صحیح است. چه نوع شرطی را ما میگیم شرط خودش باطله اما عقدی که انعقاد پیدا کرده صحیح است؟ باز هم حقوقدانان به ما سه نوع راه را نشان میده. بله. یک، میگه شرطی که نامقدور باشه. دو، شرطی که نامشروع باشه. سه، شرطی که بیفایده باشه. اگه ممکنه مثالی ارائه کنیم به زمان سابقتر را چیزی که در جامعه ممکن رخ بدن. شرط نامقدور شرطی که در افراد متعارف انجام نمیتنی شرط را. بله. مثلا دختر خانم شرط ضمن عقد خودش قرار میده، میگه من به شرط با شما پسر ازدواج میکنم که به من یک کتاب تالیف بکنی، در حالی که او پسر مثلا حتی سواد خواندن و نوشتن را نداشته باشه. خب ای از توان ای فرد خارجه و این فرد متعارف نمیتونه این عمل را انجام بدن. حالا اگر عقد منعقد شد، عقدی که انعقاد پیدا کرده صحیح است، اما شرطی که خانم لحاظ کرده شرط باطل است. خب حتی اگر جانب مقابل بخواد چنین شرطی را که به دور از واقعیت حقیقی زندگیش هستم حتی اگر بپذیره، باز هم شرط باطل هست. بله، بی فایده است.
دومین نوع شرطی که از شروط باطل هست و مبطل عقد نیست ما شرط بیفایده رو میگیم. شرطی که مثلا در ضمن عقد شرط میکنه خانم که من به شرطی با شما ازدواج میکنم که به مدت 6 ماه یا 1 سال، حالا به یک مدتی شما مثلا آب را از چاه بکشی پس دوباره آب را به چاه بریزی. خب این کار را این مرد بکنه فایده ای نداره. یا مثلا بگه من به شرطی با شما ازدواج میکنم که صبحانه هر روز صبح شما بدوی. خب این فایده ای نداره، فایده عقلایی نداره. بله. حالا ما از کجا اید بفهمیم که فایده عقلایی داره یا نداره؟ میگیم این عرف جامعه میگه. مثلا اگر امی شرط در صورتی باشه که آقا پسر خیلی مثلا مشکل جسمانی داشته باشه و نیاز داشته باشه به این دوش، خانم این را شرط بکنه و این صورت شرطی که قرار داده شده صحیح هست. پس در این چیز... مورد یعنی اگر نیاز مبرم به ایجاد چنین شرطی باشه، یعنی میشه گفت که اگر انجامی صورت نگیره یعنی ممانعتی بر انجامش باشه مبطل نکاح شد. بله، بازیر بحث میکنیم در مورد بعدی. بعد از اون شرطی که شرط نامشروع است، شرط نامشروع ما به شرطی میگیم که خلاف قواعد عامره باشه. قواعد عامره ایره که ما بیان میکنیم دو گونه است، یا شرع ما یا شرع مقدس و شارع مقدس او رو منع کرده یا قانونگذار او رو منع کرده که در قانون مدنی یا قانون احوال شخصیه باشه. بله. ما به این شرط میگیم شرط نامشروع. مثلا خانم عقد در ضمن عقد نکاح خود یا پسر عقد نکاح خود شرط به این میکنه که شما به مدت یک ماه یا اصلا در طول ازدواج نماز نخوان از این به بعد. این شرطی که انجام شده شرط چی هست؟ مبطل هست، ولی عقدی که منعقد میشه عقدش صحیح هست. بله. این شد از انواع شرطی که ما گفتیم باطل هستن. بعد از اون ما شرط دومی که داریم شرط صحیح هست. در خصوص شرط صحیح میگیم هر او چیزی که زیر مجموعی موارد قرار نگیره. آه. یعنی نه نامشروع باشه، نه نامقدور باشه، نه بیفایده باشه، ما بهش میگیم شرط صحیح. و این شرط میتونه جزء ضمن عقد قرار بگیره. این شرط را ما گفتیم میتونیم شرط صحیح لحاظ بکنیم. ما الان مراجعه میکنیم به قانون مدنی و قانون احوال شخصی خود ما. قانون مدنی در خصوص شرایط چه گفته؟ آیا این چند نوع شرطی را که ما بیان کردیم که حقوقدانان تعریف کرده، آیا قانون مدنی در خصوصش چیزی گفته یا نگفته؟ بله. اول در خصوص شرطی که گفتیم باطل هست بدون این که مبطل عقد باشه، قانون مدنی گفتیم در این صورت ساکت هست. اما در خصوصی که گفتیم بی فایده هست، قانون مدنی در ماده 608 خودش میگه اگر در ضمن عقد شرطی شود که نفعی برای عاقدان نداشته باشه، او شرط ملغاست و عقدی که اجرا شده صحیح است. پس بنا به تعریفی که قانون گذار داره، ما میتونیم به صورت کلی بگیم که این شرط را قانون مدنی تعریف کرده و شناسایی کرده. ببخشید خانم شهرزاد، در مورد اولی این سکوت قانون مدنی به چه معناست؟ یعنی میتونه چه تأثیری بر عقد نکاح بر جای بذاره در صورتی که اشاره شما یه است که سکوت اتخاذ شده؟ سکوتی که ما میگیم به این عنوانی که ما مطرح میکنیم قانون بیان نکرده. بله. بلکه جسته و گریخته اشاراتی داشته. مثلا خود شرطی که مبطل عقد نباشه بلکه خود شرط مبطل باشه و شرط باطل باشه را بیان کرده. و به گونه صریح نیامده، نگفته که اگر اینی موارد بود شرط باطل است و عقدی که انجام شده صحیح است، بلکه مثلا در خصوص دو موردش اشاره کرده، ولی در قسمت نامقدور بودن اصلا اشاره نداشته. ما این قسمت نامقدور بودن را گفتیم که سکوت اختیار کرده. وقتی که قانون مدنی سکوت اختیار کرد، خب ما لازمه بریم به سمت فقه ارجاع بدیم. وقتی به فقه ارجاع بدیم، فقه هم برای ما میگه عقدی که انجام شده صحیح هست، ولی شرطی که اتخاذ شده چی هست؟ باطل هست. بسیار.
در خصوص شرط نامشروع هم باز قانون مدنی در ماده 68 خودش میگه در ضمن عقد ازدواج اگر شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشه، شرط باطل هست و عقدی که انعقاد پیدا کرده صحیح هست. بله. از این متن قانون ما اینو میفهمیم که دو مورد از شروط مبطل را که باطل هستن ولی مبطل عقد نیستن قانون مدنی به رسمیت شناخته، ولی در خصوص اولی سکوت اختیار کرده که شرط نامقدور باشه. وقتی که سکوت اختیار کرده میفهمیم که این یا خیلی موضوع دست و پا پیش پا افتاده بوده که قانون مطرح نکرده، و اگرم پیش پا افتاده نبوده باشه باز هم ما وقتی به فقه مراجعه بکنیم فقه برای ما جواب را ارائه میکنه. بعد از او گفتیم شرط بعدی ما شرط صحیح هست. شرط صحیح ما به شرط میگیم که مقتضای ذات عقد باشه. بله. یعنی برعکس دو مورد قبلی. وقتی به قانون مدنی و قانون احوال شخصی مراجعه بکنیم، قانون مدنی در ماده 607 خودش آمده شروط صحیح و چند مورد گفته. گفته یکی شرطی که مناسب با عقد باشه. بله. دوم شرط منافی با مقتضای قرارداد یا عقد ازدواج نباشه. سوم موافق با تعامل جاریه باشه. بله. این موارد را جزء شرایط صحت میاره، یا میگه که این شرایط اگر در ضمن عقد ازدواج مطرح شود شرطی که بیان شده شرط صحیح است. در پهلوی یک ماده و بعد قانون مدنی در ماده 610 خودش میگه عنوان میکنه شروط ضمن عقدی که فاسد است. ده. پس ما در قانون مدنی برعکس دیدگاه فقهایی که ما داریم، یعنی منظور ما فقهای جامعه اهل سنت هست، سه مذهب دیگر به استثنای مذهب حنفی، ما فقط در اونجا شروط ضمن عقد را در قالب دو نوع عقد داریم، یا باطل یا صحیح که فقه شیعه هم از این تبعیت میکنه. ولی قانون مدنی با تبعیت از فقه حنفی می در ماده 610 شروطی را لحاظ میکنه که این شروط جزء شروط فاسد بیان میشه. بله. عرض پوزش خانم شیخ زاده و اجازه اگه باشه که فرصت به جای رسته که بشه میان برنامه باشیم به اتفاق یک دیگر میبینیم و انشاءالله تبصره بیشتر در رابطه با این نکات بگذاریم برای بخش دوم برنامه. دوستان عزیز دعوت میکنم که همکنون شاهد میان برنامه باشید. دوباره خوش اومدید میگم به همه شما عزیزان، ممنون که بیننده و همراه ما هستید. در خصوص شرایط ضمن عقد نکاح صحبت کردیم، در واقع امکانی است که قانونگذار به افراد داده تا عقد و این قرارداد مورد نظر را به میل خواسته و انتظارات طرف نزدیک کند، و دستبندی هم که داشتیم این است که در بعضی از موارد شروط میتونه شروط صحیح باشه و در بعضی موارد دیگه هم میتونه ناصحیح باشه، که اشارات مفصلی در بخش اول برنامه نسبت به این مسئله شد. در خدمت شما هستیم خانم شیخ زاده، بفرمایید. گفتیم قاعده کلی در فقه و حقوق بگونه است که شرط یا صحیح است یا هم باطل. ده. اما قانون مدنی ما با تبعیت از فقه حنفی که داره شرط دیگری هم لحاظ کرده که شرط فاسد باشه. بله. ما اگر یاد شما باشه در قسمت اوصاف عقد نکاح هم گفتیم و در شرایط صحت عقد نکاح هم این بحث را مطرح کردیم. بله. گفتیم شرطی را که قانون مدنی لحاظ میکنه یا هم عقدی را هم در اونجا که گفتیم، یا عقد فاسد بود یا صحیح یا باطل. در اینجا همون مسئله شرطه. در خصوص شرط فاسد در از نظر قانون مدنی و به تبع از او فقه حنفی ما بگونه است که اصل خود عقد مشروط ولی وصفش نامشروط، یا به تعبیر دیگر تفاوتی که با عقد باطل یا شرط باطل در فقه جعفری و بقیه فقها داره در ایست که در اونجا ما میگیم عقد باطل عقدی است که رکن یا ارکان عقد درش موجود نباشه. بله.
در اینجا هم میگیم شرطی که لحاظ میشه ارکان شرط و ارکان عقد هست، یعنی مقتضای ذات عقد هست، ولی وصفی که در اونجا هست وصف نامشروط. مثلا اگر شرط بکنه خانم یا آقا در ضمن عقد خودش که من عقد ازدواج را بسته میکنم با شما مشروط بر این که دو گواه یا شاهد در او حضور نداشته باشه، در اینجا وقتی که خانم یا آقا میگه که من این عقد را منوط به عدم وجود گواه یا شاهد بسته میکنم، اینجا شرط صحت عقد وجود نداره، ولی بقیه شرایط مثل شرایط انعقاد عقد که ایجاب و قبول اینا باشه همه هست، منعقد شده است. در این صورت ما میگیم عقدی که منعقد میشه عقد صحیح هست و از نظر فقه حنفی عقد ما فاسده، یعنی مرد میتونه اینو بپذیره و اگر پذیرفت عقدی که انجام شده صحیح هست و میتونه هم که رد بکنه، اگر ردم کرد باز هم عقدی که منعقد شده صحیح هست و نافذ. ولی بعد از در خصوص خود عقد نکاح و شرط ضمن عقد، قانون مدنی ما باز در ماده 610 خودش شرط ضمن عقد مبنی بر وکالت را مطرح میکنه. بله. چیزی که ما خیلی عام هم داریم، شرط بر توکیل، این وکالت را هم جزء شروط فاسد عقد نکاح تعریف میکنه. پس ما از این دستبندی که داشتیم گفتیم در عام و کلی شرط یا صحیح هست یا باطل، ولی از نظر قانون مدنی و فقه حنفی چیزی به نام شرط فاسد هم داریم. یعنی در کل شرط فاسد ما به او شرطی میگیم که یا شرایط صحت وجود نداشته باشه یا هم مخالف نظم و آداب عمومی باشه، آداب جامعه باشه، این شرط میشه شرط فاسد. بسیار خوب، تشکر، سپاسگزاری میکنم و امیدوار هستم همه مطالبی که ارائه شد تا کنون برای بینندگان عزیز ما مورد پسند مطلوب و روشن شده باشه و اهمیت داره این موضوع. من مایل هستم که به بعضی از این مثال هایی که خیلی ممکن هست مبتلا بشه و به صورت یک تجربه عینی در جامعه ما اتفاق بیفته هم مروری داشته باشیم. خانم شیخ زاده، در واقع هدف از عقد نکاح و برقراری چنین مسئله ای هست که یک زندگی مشترک شکل بگیره و از الزامات یک جامعه اسلامی و از دستورات دینی هم هست و همچنین اقتضای حقوق هم بر ایسته که در واقع نیت بر همین باشه. خب اما اگر یکی از این طرفین بخواد که شرطی بگذاره که خلاف این مسئله رو روشن کنه و تصویب کنه، تکلیف چی میشه؟ مثلا شرط بر این باشه که حق طلاق بر عهده زن یا به خواست زن باشه، نظر شما چیه؟ او چیزی که ما عام و کلی داریم حق طلاق از جمله حقوق مرد است. بله. و این حقی است که مرد خودش داره و خانم را میتونه طلاق بده. اما اگر خانم در ضمن عقد ازدواج خودش شرط توکیل طلاق را بکنه، بخواهی که حق طلاق به ای باشه، در اینجا بحث چیست؟ ما در پاسخ به ای پرسش میتونیم بگیم منظور از حق طلاق ایست که خانم وکیل میشه بر مرد، نه ای که مستقیماً عقد حق طلاق به خود خانم واگذار شود، بلکه حق توکیلی است. یعنی آقا این خانم را وکیل میسازه که به حق طلاق را داشته باشه. مثلا خانم از آقا میخواهد که من میخواهم از طرف شما خودم را وکیل طلاق بدم. در این صورت این عقدی که انجام میشه میگیم عقد توکیل، شرط توکیل برای حق طلاق است که مطابق فقه جعفری و فقه حنفی و به تبع از او قانون ما صحیح و نافذ است. اما در خصوص این که آیا شرطی که ما کامل بگیم شرط وکالت در طلاق، هر نوع شرطی به صورت مطلق صحیح هست یا هم مقید صحیح هست؟ ده. چون ما در بحث وکالت هم گفتیم وکالت میتونه مطلق باشه میتونه هم مقید باشه. گفتیم در اینجا ما از نظر فقهی یکی بحث میکنیم، یکی هم از نظر حقوقی. او چیزی که در فقه داریم میگه شرط توکیل طلاق که به خانم واگذار شده یا به شخص ثالث صحیح هست و نافذ. اما قانون مدنی ما باز در ماده 610 خودش میگه شرط وکالت را در ضمن عقد
دیگر او را صحیح میدانه. ببخشید، میگه که شرط ضمن عقد مبنی بر وکالت زن از جانب شوهر برای طلاق چه به طور مطلق و چه به طور مقید فاسد هست. بسه. از عبارتی که قانونگذار ما در ماده 610 میگه، میگه که خانم چه به طور مطلق این شرط را بکنه چه هم به گونه مقید. وقتی مقید میگیم، مثلا میگه که اگر آقا مشکلی برش ایجاد شد، مثلا نتونست نفقه را پرداخت بکنه، یا هم بیماری صعب العلاج داشت، یا هم مثلا اجازه نداشت نداد خانم را که صله ارحام بکنه، رفت و آمد با صله ارحام خود داشته باشه، این شرط ضمن عقد بکنه، بگه که من مشروط بر این عقد منعقد میکنم که اگر آقا مریضی یا بیماری صعب العلاج داشت حق طلاق به من باشه. این میشه وکالت، وکالت مقید. اما وکالت مطلق و طلاق چی هست؟ شرط ضمن عقد میکنه که من به شرط با شما ازدواج میکنم که حق طلاق به من داده شوه. بله. حتی اگر آقا سالم هم باشه، یک الزام 100% بله. در رخ گیره. در این صورت قانون مدنی بنا را به شرط فاسد میدونه، میگه فاسد هست. اما ماده 88 قانون مدنی میگه چیز دیگری، میگه میگه زن میتواند هنگام عقد ازدواج شرط کند که اگر زوج مخالف ماده 86 قانون زن دیگری را بگیره، حالا در ماده 88 مواردش را میگیم، میگه اگر مخالف ماده 86 این قانون با زن دیگری ازدواج بکنه، مشروط بر این که در وثیقه یا در نکاح خط این درج شده باشه، میتونه طلاق را بگیره و طلاقی هم که میگیره صحیح و نافذ هست. بنا به بیانی که در ماده 88 قانون مدنی آمده، میگه زن در مواردی میتونه حق توکیل طلاق را داشته باشه و شرط ضمن عقد بکنه ایره که مرد مخالف ماده 86 خانم دوم را بگیره. بله. در ماده 86 قانون مدنی مواردی را که مرد میتونه همسر دوم بگیره قانونگذار بیان میکنه، میگه که مرد زمانی میتونه همسر دوم اختیار بکنه که خوف عدم عدالت میان دو همسر وجود نداشته باشه. طرست. یعنی همسر اول و همسر دوم از وجود عدالت این مرد مطمئن باشن. دوم، مرد در خصوص تأمین نفقه، لباس و اینا برای هر دوتا به گونه همسان آماده بسازه این موارد را. و مورد سوم هم که آمده، میگه مصلحت شرع درش وجود داشته باشه، یعنی مشروع باشه. مثلا خانم بیماری داره، این بیماری مثلا خانم عقیم هست بله. یا نمیتونه فرزندی بیاره، یا هم بیماری صعب العلاج دیگری داره، در این صورت مرد میتونه همسر دوم اختیار بکنه. حالا ماده 88 چی میگه؟ میگه اگر خلاف این موارد بود، مثلا مرد عدالت را میان دو همسر رعایت نمی کرد، یا مصلحت شرع هم وجود نداشت، خانم عقیم نبود، خانم بیماری صعب العلاج نداشت، ولی باز هم مرد خواست همسر دوم اختیار بکنه، در این صورت زن میتونه حق توکیل را داره که طلاق را مطالبه بکنه و یا هم حق طلاق برش واگذار میشه، مشروط بر این که باز هم در نکاح خط این درج شده باشه. یعنی اگر در نکاح خط درج نشده باشه، باز هم این حق را به خانم داده نمیشه. بله، سپاسگزارم میکنم خانم شیخزاده. پس باید به صورت مکتوبی شرط ضمیمه عقد نکاح شد تا اینکه دستورات اجراییش هم لحاظ شد. حالا صحبت های شما زنده و سلامت باشین. باز هم به اتفاق شما و بینندگان عزیز خود شاهد میان برنامه ای هستیم و انشالله سایر شروط مهمی که وجود داره را در بخش سوم به بحث میگیریم. دوستان عزیز و ارجمند، در خصوص شروط ضمن عقد نکاح برای شما عزیزان بیشتر صحبت خواهیم کرد. چند نکته ای که باقی مانده، البته نکات خب بیشتر از این است، اما نکات مهمی که در جامعه خیلی رخ میتره، سایر موارد را میگذاریم برای بخش سوم برنامه. اکنون میان برنامه ای را ببینید. ادامه برنامه روی خط زندگی است و خوش آمدید میگم به همه شما عزیزان. ممنون که
دارین برنامه ما رو تماشا میکنین. در خصوص شروط ضمن عقد نکاح صحبت کردیم و بدون فوت وقت میریم سراغ ادامه صحبت ها. در خدمت شما هستم خانم شیخ زاده. خب ما داشتیم در خصوص شروط عقد ضمن عقد برای حق توکیل زن در خصوص طلاق صحبت میکردیم. موادی که در خصوص قانون مدنی بود مطرح کردیم، ماده 88 قانون رو بحث کردیم. در این حال وقتی ما به قانون مدنی مراجعه بکنیم، در ماده 142 و 143 قانون آمده میگه زوج میتواند زوجه را توسط وکیل قانونی طلاق دهد یا صلاحیت طلاق را به زوجه تفویض بکنه. ما سه تا ماده را خواندیم، ماده 88، ماده 610 و ماده 142 و 143 هم که هست. میبینیم در این موارد یک نوعی تعارض معلوم میشه. تعارض مثلا مورد اول در 610 گفت شرط ضمن عقد فاسد هست. ماده 88 آمد گفت مشروط بر این که در نکاح خط درج شده باشه و آقا هم مخالف احکام مندرج ماده 86 عملی را انجام بده، در این صورت خانم میتونه که حق توکیل طلاق داشته باشه و طلاق را بگیره. ماده 142 آمد کلن گفت زوج میتونه تفویض بکنه این حق طلاق را یا به توسط وکیل قانونی یا هم به خود زوجه. خب این تعارض به چه معنا میتونه باشه؟ سه دیدگاه کاملا متفاوت داریم. سه دیدگاه کاملا متفاوت شد. ما بر حل تعارض باید چیکار بکنیم؟ کدام ماده به ما حجت هست یا دلیل میتونه باشه؟ وقتی ما مراجعه بکنیم به کتب حقوقی میتونیم این مسئله رو اینگونه حل بکنیم. بله. بگونه ای که ماده 142 و 143 قانون مدنی در خصوص وکالت مستقل هست. یعنی عقد وکالت به گونه مستقل انجام میشه و در او عقد وکالت این شرط گذاشته میشه، بعد از او شرط عقد نکاح منعقد میشه. یعنی ما دو عقد داریم و یک شرط. در اینجا میگیم ماده 142 و 143 در خصوص وکالت مستقل هست، نه وابسته به شرط ضمن عقد. اما ماده 88 قانون مدنی وابسته به وکالت مستقل نیست، بلکه وکالت وابسته است. به چی؟ به یک عقد. کو عقد چی باشه؟ عقد نکاح باشه. پس ما تعارض این گونه حل کردیم، میگیم اگر خانم میخواهه ازدواج بکنه و این حق طلاق را داشته باشه قبل از عقد نکاح، مطابق فقه حنفی و قانون مدنی باید اول حق وکالت را داشته باشه و این عقد وکالت منعقد شود بین طرفین و بگونه مستقل بگه، بعد این شرط ضمن عقد خود قرار بده، بعد عقد نکاح منعقد شود. اما اگر این کار را نکرد، فقط منوط به مو ماده 88، خانم حق توکیل طلاق را داره. این شد مسئله در خصوص قانون مدنی ما. اما قانون احوال شخصی در خصوص این بحث چی میگه؟ وقتی ما به قانون احوال شخصی مراجعه بکنیم، در ماده 124 قانون احوال شخصی میگه زوجه با رعایت موارد زیر، زو اگر شرط کرده باشه میتونه عقد توکیل طلاق را داشته باشه. بله. متن ماده این گونه است، میگه زوجه رعایت موارد زیر را بر زوج شرط کند: یک، عدم عقد نکاح، چه نکاح دائم باشه چه موقت. یعنی بجز از خانم، مرد عقد نداره که با خانم دیگری عقد دائم یا موقت را منعقد بسازه. بله. دوم، اعطای اختیار مسکن به عهده زوجه باشه. مورد بعدی، اعطای وکالت در طلاق برای زوجه به صورت مقید در مواردی که عسر و حرج وجود داشته باشه، عدم پرداخت نفقه توسط مرد باشه، مرد مبتلا به بیماری صعب العلاج باشه و یا هم مرد محکوم به حبس طویل باشه. وقتی ما این قانون رو میبینیم، قانون گفته که زوجه میتونه چند شرط رو لحاظ بکنه و این شرطی رو هم که لحاظ میکنه شرط صحیح هست. مثلا میگه من به شرطی با شما یه مرد ازدواج میکنم که بجز از من با خانم دیگه ازدواج نکنی. دوم میگه که من به شرطی ازدواج میکنم که انتخاب مسکن که از جمله حقوق مرد است و خانم باید در مسکنی که مرد انتخاب میکنه زندگی بکنه، بگه به عهده من است. انتخاب مسکن به عهده من باشه.
سوم موردی که من میتونم طلاق را، حق طلاق را به من واگذار کنم. اما در خصوص حق طلاق، فرقی که قانون احوال شخصیه با قانون مدنی داره در اینجاست که قانون مدنی به گونه مطلق و مقید آورده، یعنی شرایط را لحاظ نکرده که مرد چه ویژگی ها داشته باشه در او صورت زن حق توکیل طلاق را داره، بلکه به گونه مطلق گفته بود و یا هم اشاره کرده بود به ماده 186. بله. ببخشید ماده 86 نه 186. ولی قانون احوال شخصی موارد مقید توکیل طلاق را هم بیان کرده، یعنی خارج از این محدوده زن دیگه نمیتونه که حق توکیل طلاق داشته باشه. یک، اگه مرد محکوم به حبس طویل شده باشه که ما در خصوص حبس طویل رو میگیم مدتش 18 سال هست، 16 سال تا 18 سال همه قدر هست اگر اشتباه نکنم. دوم میگه که بیماری صعب العلاج داشته باشه و مورد بعدی هم عسر و حرج برای مرد باشه و مرد هم پرداخت نفقه را نتانه بکنه. در این صورت حق توکیل طلاق برای خانم واگذار میشه. با توجه به موادی که بیان شد ما میتونیم دو نکته رو دست بیاریم. نکته اول ای که قانون ما، هر دو قانون، چه قانون احوال شخصیه و چه قانون مدنی، حق توکیل طلاق برای خانم را به رسمیت شناختند. ولی تفاوتی که در اینجا هست در ایست که قانون مدنی عقد را گفته اگر خانم میتونه به گونه مطلق عقد توکیل طلاق را داشته باشه، میتونه وکالت را به گونه مستقل عقدش را منعقد بسازه و بعد از او عقد نکاح منعقد شوه. بله. ولی اگر میخواد وکالت مقید باشه، باید در نکاح خط درج شده باشه. یعنی با توجه به همه مواردی که حالا فکر میکنم بیشتر موارد عنوان کردیم خانم شیخ زاده، مشروط به وضعیتی هست که در واقع پیش میه، حالا چه وضعیت صحی و سلامتی، چه حالا سایر مواردی که شما عنوان کردین، در کل این موارد این حق طلاق یا حالا به صورت وکالت باشه یا خیر، رضایت هم لحاظ میشه یا خیر؟ شاید گاهی اوقات جانب مقابل با توجه به اینکه در واقع خللی در شرط ایجاد شده، یعنی از این قانونی که گذاشتن بین خودشان، مثلا شرطی که گذاشتن خارج شده، شاید اصرار بر ماندن بر نکاح بخواهد باشه، یعنی اگر رضایتم نباشه باز هم باید عملی شود یا خیر؟ اگر شرط ضمن عقد هست، خب باید طرفین به اون شرط رضایت داشته باشه. بله. تا رضایت طرفین نباشه، اون شرطی که منعقد شده نمیتونه شرط و عقد منعقد نمیشه. اگر شرط عقد منعقد شد و شرط هم هر دو طرف بهش رضایت داشتن، ولی بعد از انعقاد عقد شرطی که طرفین بهش راضی بودن، طرف مقابل ازش پا پس زد. بله، پایبند نباشه. پایبند بهش نبود. مثلا در اول حق توکیل طلاق به خانم داده شد، عقد منعقد شد، ولی آقا مرد آل فلان میگه نمیتونم طلاق، این حق ماست. در این صورت قانون این حق را به خانم میده و عقد هم باطل میتونه باشه. خیلی کوتاه فرصت باقی مانده و برای ضمانت اجرایی تمامی این موارد آیا به صورت مکتوب باید انضمام شه یا خیر؟ بله دیگه، به صورت مکتوب وقتی که قانون مدنی به صراحت میگه در نکاح درج شده باشه، باید به صورت مکتوب لحاظ شده باشه. یک چیز دیگه هم که در قسمت شرط وکالت در طلاق است، ایست که بحث طلاق که داده میشه، آیا طلاق رجعی است، باین هست، چه نوع طلاقی هست. در پاسخ ما باید بگیم که طلاق از نوع طلاق رجعی است. بله. یعنی چون در اینجا فایده و بذل و فایده شخص ناکه یعنی مرد در نظر گرفته نمیشه، بلکه مرد در حین این شرط میتونه حق رجوع به زن را داره. بله. مثلا عقد در ضمن عقد این شرط شد که توکیل طلاق به عهده زن است و این طلاق هم خانم خود را طلاق داد. بله. گرفت شد، ولی در این حال طلاق انجام شد، بعد در مدت عده، یعنی در 3 ماه در روز قبل از این، آقا دوباره رجوع کرد به خانم. در این صورت آیا این شرط به جای خود باقی هست یا نه؟ ما در جواب میتونیم بگیم شرط باقی است. چرا؟ چون عقد باقی بود. ممنون از صحبت های شما خانم شیخ زاده، سپاسگزارم. فکر میکنم بعضی از عناوین مهم دیگه هم باقی مان که ادامه این بحث رو موکول میکنیم به
هفته آینده انشالله به اتفاق شما. و دوستان عزیز و ارجمند، از حضور همه شما عزیزانم خداحافظی میکنم. تا دیداری بعد، خدا نگهدار همه شما.